حادثه ناگهانیه که زندگی انیس شهید را به کلی تغییر داد. به نام خدا و با عرض سلام با مجموعه خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. خانه آزادی بیان انیس شهید را به عنوان چهره آزادی بیان معرفی کرد. اشت صبح کابل خانه آزادی بیان انیس شهید گزارشگر و خبرنگار تلویزیون طلوع نیوز را به عنوان چهره آزادی بیان معرفی کرده است. انیس شهید از میان 1700 خبرنگار کشور این عنوان را کسب کرده است. خانه آزادی بیان همچنان از کارکردهای عصمت الله سروش گزارشگر روزنامه اطلاعات روز، کریم امینی گزارشگر طلوع نیوز، عبدالرقیب ساحل گزارشگر خبرگزاری پژواک و رحیم گل ساروان خبرگزار صدای آمریکا تقدیم کرده است. کارکرد خبرنگارانی که برای دریافت عنوان چهره آزادی بیان نامزد شده بودند از سوی هیئت داوران خانه آزادی بیان مورد بررسی قرار گرفته است. خانه آزادی بیان افغانستان نیز در مراسم معرفی چهره آزادی بیان اعلام موجودیت کرده است. این خانه از سوی جمعی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای ایجاد شده است. هدف از این خانه آزادی بیان تلاش برای ایجاد تشکیل فراگیر متقصر و صنفی حرفه‌ای برای خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای عنوان شده است. در نخستین اعلامیه خانه آزادی بیان خواست توقف کشتار هدفمند خبرنگاران و غیر نظامیان، رسیدگی عاجل به پرونده های قتل و خشونت علیه خبرنگاران مطرح شده است. تضمین مسئولیت خبرنگاران و حفظ آزادی بیان، تأمین شفافیت در روند صلح از طریق دسترسی به جزئیات و گفتگوهای تضمین حضور نمایندگان خبرنگاران و رسانه ها در روند صلح و در مجموع حفظ آزادی بیان به عنوان یک حق بنیادین از دیگر خواست های خانه آزادی بیان است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.